بانگ پیاپی زنگ بیدار باشه تلفن همراه و مدلی که در پوششی کامل به سرعت از بستر برخاسته و تلفن به دست راهی صحنه مد می شود. ایده‌ای که با کنایه به وابستگی بیمارگونه افراد به تلفن‌های همراهشان، آغازگر شو لباس پریا فرزانه، طراح لباس ایرانی بریتانیایی در هفته مد مردان لندن بود. پریا که از پدر و مادری ایرانی در بریتانیا زاده شده، خود را دلبسته به ریشه‌ها و میراث فرهنگی اجدادیش می‌داند. آنگونه که در کلکسیون جدیدش نیز از طرح‌ها و نقوش صنایع دست ایران الهام گرفته. البته نه در شکلی سنتی که در طرح و فرمی امروزی. هیچ وقت یادم نمیره. اولین بار که رفتم ایران بچه بودم. مامان بزرگم یه صنایع دستی، یه دونه رو تخت داره، یه دونه رو میز ناهارخوری با پلاستیک روش. این برای من یه مموری بود که همیشه اصلا اونو نگاه میکنم، فکر مامان بزرگم رو میکنم و فکر مثلا ایران. پریا که فعالیت طراحیش را بر پوشاک مردان متمرکز کرده، در کلکسیون جدیدش کوشیده بود که طیف کاملی از لباس‌های مردانه را تحت پوشش قرار دهد. از کاپشن و شلوار و پلیورهای دست باف گرفته تا کفش‌های کتانی کانورس و کوله پشتی‌های مزین به نقوش قلمکار ایرانی، آنچه که از پیشینه خانوادگی و میل وافرش در کودکی به لباس مردان حکایت دارد. بچه بودم خیلی کت شلوار دوست داشتم، مخصوصا که پدر بزرگم خیاط کت شلوار، اونم خیلی اینسپیریشن از سوتینگ و تیلرینگ بود. بعدا همینجوری مثلا فکرش همیشه تو مغزم هم نبود، ولی دوست داشتم که مردا سمارت باشن، توی یونیفرم باشن. شو پریا به پایان رسید. مدل ها با لباس هایی که ترکیبی بودن از نقش های سنتی و طرح های مدرن روی کتواک ظاهر شدند و این شو با استقبال بسیار زیادی مواجه شد.